هستیم در بخش متن زندگی با استاد ضیاءالحق شمس و امروز در رابطه با حالت گذرهای اجتماعی صحبت میکنیم. منتظر نظرات شما هم هستیم. سلام استاد، صبح شما بخیر، خوش آمدید. سلام، بسیار تشکر. صبح شما بخیر، صبح افغانستان عزیز ما بخیر باشه و همه دوستایی که ما را میبینن، همکارای خوب. انشالله که روز بخیر آغاز کرده باشیم، یک روز مثبت و با تحولات و تغییرات بسیار خوشایند و زیبا در زندگی ما باشه. بسیار خوش آمدید استاد. زنده باشید. اینال که صحبت‌های خودت بشنویم، روز ما زیباتر خود بود. بسیار تشکر. با امو مثبت نگری آغاز خود کردیم. بین از جامعه ما صحبت بکنیم که در چگونه گذر قرار داده. گذرهای اجتماعی چگونه است؟ جالب است در مورد جامعه ها میگن که اگر شما خط تکامل در نظر بگیرین، بلد، از سالهای بیشتر هر جامعه ای سالهای بعدترش که انتقال پیدا میکنه تغییرات بسیار عجیب و غریبی را تجربه میکنه و برش پیش میاد. حالتهایی که از یک مرحله اجتماعی به مرحله اجتماعی دیگه میریم، این حالتها را در وسط گذار میگن، گذر کردن، یعنی گام برمیداره جامعه از یک وضعیت به یک وضعیت دیگه. معمولا جامعه هایی که میگن در قرن 21 در امید دهها و سالها در حال توسعه و انکشاف و تغییر هستند، به اصطلاح ساده بگویم در حال جور شدن هستند. این جامعه ها از یک نظر در حال گذار هم هستند. از وضعیت پیشتر خود، بله، از وضعیت پیشتر ما در یک وضعیت بعدی میریم. حالا ممکن وضعیت بعدی بعضی وقتا قابل پیش بینی باشه، بر ما تصویر بسیار خوبی داشته باشیم، بعضی وقتا ممکن نداشته باشیم، نفهمیم. در مورد جامعه های غربی میگنده که چقدر دانشمنداشون میفهمیدن که این وضعیت امروز میرسن، شاید نمیفهمیدن، شاید برشون معلوم نبود که این وضعیت پیش میآید. مثلا از بعضی زاویه ها که شما ببینید زندگی میخواستن که خود افراد حاکم باشن بر زندگی خودشان، بر زندگی اجتماعی خودشان، بر شخصیت خودشان، بر حال هوا و روان خودشان. ولی قسمی هم شده که بعضی ها میگن که اومده مثلا تکنولوژی بر ما حاکم شده، این پیش بینی نمیشد. این قسمی قسمی هم شده که آمدن مثلا در بخش نظامی و جنگ و سلا که ایمال زیاد خوش داره، دو قسمت اگر بگویم خدا نخواست، مثلا اسلحه اتمی و هستوی ما داریم که ممکن 100 سال پیشتر نبود یا 200 سال پیشتر نبود و شاید هم به این قسم پیش بینی نمیشد و شاید هم میشد. حال ما در حالتی قرار داریم که از یک مرحله به مرحله دیگه در حال گذر کردن هستیم. از نظر نسلی ممکن است ما مشکل داشته باشیم، یک نسل پیشتر ما در یک حالت زندگی کردن، ما و نسل بعدی از ما در یک حالت دیگه زندگی میکنن، ممکن تناقضهای داشته باشیم، تکرهای داشته باشیم. نسلهایی که بعد از ما میان شاید در فضای بسیار متفاوتتر زندگی کنن. از نظر اقتصادی هم این قسم است، ارزشها بسیار ثبات نمیداشته باشن، زود تغییر میکنن. بعضی چیزها از حالت بسیار محترمانه ای که داشتن، از قیمت های بسیار خوبی که داشتن، از موقعیت های بسیار خوبی که داشتن، هم افراد هم اشیا میفتن. بعضی چیزها و اشخاص و افراد و مثلا بعضی ماهیت ها و هویت ها و موقعیت های دیگه ساخته میشه که میرن اینا به جای از وا. این حالت گذار هست طبعا، هم به حکم تاریخ ما باید در حال گذار باشیم، به خاطر که بس از دیگه که 40 چند سال جنگ هم میگذرانیم. بله استاد، گذرهای زمانی که داشتیم تا این دم چگونه بود به نظرت؟ به نظر من آغازهایش بسیار جالب بوده. شما فقط 100 سال اخیر که ببینین، مثلا دو مورد میگم. مثلا امی حقوق زنان و مبارزه برای آزادی زنان، شما در بسیاری از کشورهای دیگه که میبینین در نیمه قرن 20 پیدا شد، نیمه دوم قرن 20، ولی ما در شروع ما 100 سال بیشتر ملکه سرایا را داشتیم که آغاز کرده بوده این پروگرام ها را. مثلا شما مجله میرمن دارین که 100 سال میشه، زو مجله ارشاد النسوان نوشته ارشاد النسوان دارین که 100 سال تقریبا 98 سال میشه. خب معنی این است که ما 100 سال پیشتر میخواستیم و آغاز کرده بودیم که تغییر بکنیم. این که نتونستیم یک چیز دیگه اش، یعنی جریان ما جریان خوب نبود، ولی شروع ما شروع خوبی بود، بسیار فوق العاده بود. مثلا ما 100 سال پیشتر مکتب داشتیم، بسیار با در مقایسه با بسیاری کشورها و جامعه دیگه ما بسیار خوب بودیم. مثلا شما در تئاتر و حرکت های برای داشتن سینما و تاثیر هنر و اینا، مثلا ما 80 90 سال پیشتر داشتیم آغازهایش که بسیار جالب است. یعنی بسیار جالب است، شما 20 30 سال پیش 40 سال پیش تاریخ جنگ که میبینین، فکر نمیکنین اصلا یک جامعه ای بوده باشه که این تو چیزا رو تجربه کرده یا حداقل برش فکر کرده. در حالی که شما وقتی
100 سال پیشتر میرین مثلا یک تحولات بسیار جالب و عجیبی رو میبینین که ممکن در منطقه نبوده. مثلا کل تغییر ایران شما 70 سال پیش نمیبینین، مثلا 40 سال پیش 50 سال پیش کل این تغییراتی است که در ایران آمده. استاد و 60 سال پیش اصلا پاکستان نبوده دیگه بیخی کاملا، ولی این تاریخ و این تحولی که ما داشتیم یعنی شروعهایش بسیار خوب بوده، اما ما در گذر کردن از یک مرحله به مرحله دیگه دوچار مشکل شدیم و او هم به جای خودش که مشکلات زیادی بود. قطعاً که گذر کردن از یک وضعیت به وضعیت دیگه دارای یک سلسله قوانینی هم هست. قانون بله، بله. این گذرها چی هست؟ اگر من نمیفهم چقدر بتونم میره آسان کنم که برای همه ما قابل فهم باشه، اما مجموعه نظم‌هایی که در جامعه توسط نقش گرفتن تمام افراد و نهادها شکل میگیره، به زبان ساده‌تر یک نوع اخلاق است که بین نسل‌ها، بین افراد، بین کسایی که حاکم هستند، بین کسایی که اطاعت میکنن باید حاکم شو با وجود بیاید. این اخلاق نشان میده که ما چقدر تحمل داریم که شرایط بپذیریم، چقدر آماده استیم تغییر بدیم و تغییر میکنیم، چقدر اراده های خود استفاده میکنیم، چقدر درک میکنیم که از وضعیت بد به طرف وضعیت بهتر شدن در حال حرکت هستیم و چطور این فضا را مدیریت میکنیم، هم فرد خود ما را هم ارتباطات خود ما را. این اینجا قوانین حالت گذار هست. یک سلسله بایدها است، اصول است که ما باید اونها را مراعات کنیم. مثلا پذیرش همدیگر در حالت گذار کردن، اگر ما همدیگر رد بکنیم هنوز سخت‌تر میشه، هنوز بدتر میشه، هنوز هم بحران‌های زیادی رخ میده و مثل که رخ داده دیگه. ما نتونستیم 100 سال مثلا گذر کنیم. دلیلش این است که ما اینمی گام‌هایی که برمی‌داریم به توافق همدیگه بر نمی‌داریم. قانونش این است که ما باید اکثرا روشن فکرای ما، اکثرا نهادهای ما، اکثرا آگاه‌های ما باید یک دست باشن. اینا باید کوشش بکنن که جامعه مریضه که درک میکنن مریض هست، بله، کمک بکنن برش تا در وضعیت بهتره به طرف صحتمندی بره و معالجه شود. قوانین اینها درک میکنن ولی شاید اکثریت درک نکنن، اکثریت فقط شاید متاثر شون و در زندگیشان تغییر بیاید. ما فکر میکنیم کمتر جرقه های تغییر موافق زدیم خود ما، یا دکمه هایی را که تغییر ما و تغییر شما و تغییر هر کسی دیگه موافق با فضای اجتماعی به وضعیت بسیار بهتر بره. ما ممکن تغییرات را تکمه زدیم که شاید بر ما ممکن باشه و خوب باشه و مثلا بر شخص خودت خوب باشه یا و شاید به اکتدار زیادی ضرر داشته باشه او تغییرات. این یک مثلا. یک مسئله دیگهش زندگی سنتی و زندگی قبلی است که ما داریم، چقدر به او زندگی چسبیدیم محکم. هر قدر که او را محکم گرفته باشیم تغییر و تجدید و نو شدن اجازه نمیتیم. هر قدر که آدم محکم گرفته باشه زندگی سابقه خودا، اما سبک اسلوب زندگی سابقه خودا اجازه نمیده که فضا نو شوه. ما چند سال پیشتر جالب بود یک تحقیق داشتیم در محلات. شما ببینین تغییراتی که آمده، مثلا ما اشیایی که نگاه کردیم، اشیایی که از گذشته نگاه کردیم، حالا از یک نظر ارزش خود داره، ولی در خانواده های ما بسیاری چیزها را از گذشته نگاه میکنن، از پدرها و مادرها و از پدرکلانها نگاه میکنن، یادگار و میراث و میراث یا هم برشان میمونه در زندگی و ایزان استفاده میکنن. میاین پوشه ها مثلا بکس هایشون رو نو میکنن ولی اونمون چیزای کنه را داخلش میمونه. خوی به معنی از این است که شما آماده نیستین اشیایتان تغییر کنه، در حالی که دنیای نو و زندگی نو و نو شدن جامعه به این معنی است که اشیای شما تغییر کنه، لباس های شما تغییر کنه، افکار شما تغییر کنه، سبک زندگی شما تغییر کنه. اگر ما امو سبک های گذشته را بسیار محکم بگیریم، بازم سخت میکنیم گذشتن از یک مرحله به مرحله دیگه. این هم قانون گذر کردن است که ما بتونیم در یک تعادل باشیم که اجازه بدیم قسمت های زندگی ما تغییر کنه تا آهسته آهسته به نسل بعدی کل زندگیشان تغییر کنه. چرا بچه‌ها بعضی های گذر زمان خیلی هم برای خود سخت میگیرن و یک لحظه ش میگن فکر میکنم که سالها گذشت و تعدادی هم هستن که خیلی هم برشان ساده میگذره. چطور ما بتونیم که این گذر زمان خیلی هم راحتتر و ساده‌تر برای خود بسازیم؟ بسیار زیباست. من فکر میکنم یک نکته جوابش است، ولی درک کردن اون نکته شاید کمی سخت باشه. هوشیاری میخواد، فقط هوشیاری میخواد. از کسایی که هوشیارتر هستند نسبت به دیگران، از اینا مسئولیت میخواد. ما باید به همگی بفهمانیم به یک وضعیت بهتر در حال حرکت میشیم، با وضعیت بهتر از این که میخوایم حرکت میکنیم و او وضعیت بهتر ما ایجاد میکنیم. به معنی از این نیست که ما میخوایم به نقشه سیاسی که از دیگه گام برداریم. به معنی از این است که ما همه ما تجربه میکنیم یک وضعیت را. تجربه کردن یک وضعیت به معنی از این است که تغییر میکنین، خودتان شکل میگیرین و با خودتان شدن ایجاد میکنین، شما یک کس دیگه میشین. خب به این معنی است که ما با هر کسی خود از این جامعه، هر فرد از جامعه خود
بگوییم در گوششان و بفهمانیمشان، به هر قسمی که بشه برشان برسانیم که شما در آینده کسی دیگه میشین بهتر از این کسی که هستین. هنوز همی هست قانون گذر کردن و حالت گذر کردن طبعا سخت میباشه. سخت بودنش به این معناست که ما در حالت بحران قرار میگیریم. امیال حالت بحران است دیگه. به نظر من از نظر اجتماعی بدترین بحران، بحران بی‌اعتمادی است. ما به هم دیگه نمیتونیم اعتماد کنیم و این بدترینش است. یعنی از اینکه دیگه شاید بدتر نشوه. اعتمادی که وجود داره اعتماد قومی است، اعتماد سمتی است، اعتماد زبانی است، اعتماد خونی است که خون ما مشترک باشه اعتماد کرده میتونیم. و این امور رهبرایی که خودشان نمیفهمیدن که چطور گذر کنن و چطور جامعه را گذر بدن، به استناد دیگه بگیم خودشان هوشیارتر از ما نبودن. رهبرایی که شاید پیروایشون هوشیارتر از خودشان بوده بعضی و خودشان شاید کم ظرفتر از پیروای خود بودن، اینا نتونستن بفهمانن به همگی که چطور باید گذر کنیم، چطور باید بپذیریم، چطور باید مرحله بعدی را تصور کنیم. پس اینجا نیاز است که دیگرها بر ما بفهمانن یا خود ما در نه خیر چل. کسایی که در جامعه هستن معمولا افراد جامعه کلن تعادل ندارن، فرق میکنن. کسایی که از نظر هوشی و از نظر عمل کردی بر دیگران تاثیر دارن، دیگران در یک حلقه ای، در یک گروه، در یک اداره پیشتر هستن، اینا پیش میرن، این قدم اول اینا دارن، اینا باید به دیگران کمک کنن و باید بکنن و میکنن. به نظر من عقل اینها، ذهن اینها، هوش اینها، رفتار اینها میشه الگویی که ما بر ما آینده قابل تحمل باشه، آینده قابلیت خوشبینی داشته باشه، آینده مثبت تصور کنیم، گام برداریم و کسی شویم که ما خود ما بر جامعه ما بر آینده ما میخواهیم. این می هست حالت گذار و این آدما آسان کرده میرن. من اگر وجودم ندارن آرزو میکنم یه تا آدما وجود داشته باشن که فکر میکنم وجود دارن و اگر نقش خود بازی نمیکنن این گلایه تاریخی ازشان وجود داره که باید نقش خود بازی بکنن و اگر نقش خود بازی میکنن به جان و دل ازشان تشکر میکنیم که جامعه را از یک وضعیت عقب مانده به یک وضعیت بهتر انتقال میده. بله استاد، کمتر از یک دقیقه وقت داریم. جمله طلایی امروز چه خواهد بود در رابطه با همین موضوعی که بحث کردیم؟ به نظر من درک طلایی این مسئله به کار است که ما نباید اصرار بکنیم به او چیزهایی که از گذشته بر ما مانده و فقط یک قسمتش که ما را کهنه و عقبگرا نگاه میکنه، بلکه باید تمرکز بکنیم به چیزهایی که ما را به سمت آینده ببره و هرگز از آینده نترسیم چون میتونیم ایجادش بکنیم. قسمی نمیباشه که ما ازش حراس داشته باشیم، قسمی میشه که ما جذبش میشیم و زیباست برامون. خیلی هم سپاسگزارم. ما وقفه میگیریم و منتظر نظریات شما هم هستیم. شما میتونید بخشای مختلف برنامه را از طریق کانال یوتیوب بامداد خوش تماشا کنین و نظریات خود با ما شریک بسازین از طریق صفحه فیسبوک بامداد خوش و 6:56 وقفه میگیریم.